عشق از آینه پرسید مرا میبینی؟ پاسخش داد که نه، چون تو را در دیگران باید دید، در نگاه دیگران باید جست، در سلوک دیگران باید یافت. عرض ادب احترام خدمت شما همیاران هم در تلویزیون ایران فردا. در این هفته‌های اخیر چندی گفتگو داشتیم با بازیگر سرشناس آقای علی پورتاش، اما در زمینه کاملا متفاوت. پورتاش به هر حال معلم آموزگاره، در مدارس آمریکا تدریس کرده طی بیش از 20 سال و همراه همسرش، و می‌خواستیم مسئله همین حضور اسلحه در مدارس در آمریکا که در واقعا در برخی از مدارس فاجعه آفرینی کرد. اما پورتاش بار قبل ما گفتش که خب این قانون اساسی است که این حق رو میده که مردم اتباع این مملکت صاحب اسلحه باشن، و مخالفه به این که قانون اساسی دستکاری بشه، چون معتقده که اگر این بدعت گذاشته بشه اون وقت ممکنه بقیه جناها و گروه ها و فرقه ها بخوان سوء استفاده بکنن و به نفع خودشون و قانون اساسی آمریکا دخل و تصرف بکنن، با اینکه خودش نه اسلحه در خانه داره نه هرگز خریدار اسلحه نداشته. هیچ وقت نداشتم و علاقه هم ندارم که داشته باشم، ولی معتقدم که ایده خوبیه که شما بتونی از خودت دفاع بکنی. دفاع بکنی. آره. حالا اشتباه زیاد میشه شده، ولی بازم همونطور که دفعه قبل صحبت کردیم، شما نسبی که نگاه بکنید، وقتی 400 میلیون به قول خود شما که ریسرچ کردین اسلحه هست، اینجا بالای 300 میلیون جمعیته، ما تک و توک میشنویم که اینجا اسلحه کشی شده. پس به نسبت که این کشور آزاده مثل 7-11، شما سر هر چاره‌ای میتونید یه اسلحه بخری، به نسبتی که نگاه بکنیم باور بکنید به نظر من بسیار بسیار کرد جمعه. شما اگه کشورهای دیگه همین قضیه کشت و کشتار نگاه کنید، در عراق یا در افغانستان یا در پاکستان وحشتناک، شما ببینید اصلا بچه‌های اونجا ببین چی کار میکنن. یعنی خب شاید به این علت که در قانون اساسی آمریکا همیاران این پیش بینیش، یعنی حق به مردم داده شده که با اسلحه علیه دولت اگر قرار بشه علیه منافع آمریکا اقدامی انجام بده بلند شد، یعنی حق شورش داده به مردم. بله. خیلی جالبه. کدوم دولت این کار کرده؟ عملا مردم زیر چتر قانون اساسی آمریکا یه ارتش هن. یک ارتش آماده و حاضر که در صورتی که دولت دست از پا خطا کرد در برابرش به ایستن اونم با اسلحه. ببینید اگر یک پلیس هم به هر حال انسانن، بیشترشون قصد اینه که سرویس بدن، خدمت بکنن، ولی اگه چند تا پلیس عقده‌ای پیدا شد و خواست سوء استفاده بکنه و قلدری کرد و خواست به شما قلدریشو از طریق اسلحه‌اش نشون بده، خب ببینید شما اگه توی موقعیتی باشید میگفتید کاش من یه اسلحه داشتم، برای که هر آن ممکنه این منو بزنه. ببین این موقعیت هم هستش. پس وقتی که یک کشوری این اجازه رو به شما میده، این احترام برای شما قائله، من میدونم مسئله چیه. مسئله سوء استفاده از این قانون است. داره سوء استفاده میشه اونم توسط کارخونه های اسلحه سازی. جلوی اون رو باید بگیرن. نه جلوی قانون. اگر دفاع حق هم است. دفاع حق منه، ده حق شماست. درست. حالا من انتخاب کردم اسلحه نخرم. ولی همینقدر که این انتخابو دارم که بخرم یا نخرم، منو راحت هم میذاره، منو در یک حالتی میذاره که پس توی کشور درستی دارم زندگی میکنم. تازه فراموش نکنیم که شریف رو در اینجا مردم انتخاب میکنه، تو یعنی انتخابی است در بسیاری از حالت اینجوریست. کلانتر محلو کلانتر آسی کلمه قشنگ کلانتر. میدید کلانتر از چه موقعی وارد ادبیات ما میشه؟ ادبیات سیاسی و حکومت دوره صفویه. قبلش از دوره سلجوقی میگفتن رئیس، بعد در دوره صفویه این به اصطلاح جا افتاد این پست. در آمریکا وقتی میگیم شریف، اگه از چی میگه؟ شایر ریب. آه اوکی. ریب یعنی کت خدا دیگه. کت خدا یا حاکم محله، اونم به معنای شهرم به معنای محله و اقلیم محلی هستن. اصلا شریف محلیه. اگه یادتون باشه فیلم های جان وین هم که شریف در ادبیات البته کهن انگلیسی اینجوری، برای اینکه توی فیلم های جان وین هم اگه نگاه کنین تو زمان هم کابوی بازی ها اینا شریف بودن، یعنی کلانتر محل بودن، یه مردم انتخابش مردم انتخاب میکنن. آره این حسشه،
یعنی واقعا یک شریف یا کلانتر یه پست مردمی است، منتخب مردم. مثلا شریف لس آنجلس میدونی که اهل ادبیات عرفانی و مولوی رو میشناسه، خیلی جالبه. ببین شما باید اولا به نظر من چیزی که اتفاق داره میفته، خیلی‌ها رو تشویق میکنن که اگر میخواییم به مقامات بالا توی پلیس استیشن برسید یا توی FBI برسید یا توی مثلا حتی ارتش برسید، باید به تحصیل بیشتر بکنید. این تشویق رو زیاد میکنن. شما به عنوان یک سرباز معمولی اگر برید همونطور که سرباز هستید ولی دانشگاهت هم ادامه بدی، اینا تشویق میکنن شما برید دانشگاهت هم ادامه بدی. اون شریفی که اهل ادبیاته تشویق شده که فقط شریف نباش، برو تحصیلات ادامه بده، شاید فردا میر شدی. یعنی بالاخره درسته که از پاپولاریتی هم اینا ووت میگیرن، ولی تو خود شهر، خود ایالت، خود دولت تشویق میکنه کارمندای خودش رو که دانشگاه برید و لیسانس، فوق لیسانس، پی اچ دی رو بگیرید، ولی این رتبه رو ما میبریم برای شما بالاتر، حقوقتون هم میبریم بالاتر. من در باز بود وقتی که آمدید با ایشون به تلویزیون پارس، بعد اطلاعات داره راجع به ادبیات ایران، مولوی رو میشناسه، شعر از حفص، شعر فارسی از حفص، و ایشون کلانتر این شهره. آقای البته من هر چی میگید نمیتونم توجیه بشم در مورد اسلحه، نمیتونم برای تو مشکله، نمیتونم اصلا نمیتونم خودم خب، یکی برای اینکه شما از جایی اومدین که من اومدم و ماها این فرهنگ رو نداشتیم، ما فرهنگ اسلحه نداشتیم، فرهنگ اسلحه نداشتیم. ولی من یه سوال از شما میخوام بکنم، پس تو این روستاها که اینا اسلحه دارن، این اسلحه رو از کجا میارن؟ تفنگای گنده دارن، پس این تفنگا چیه؟ تو ایران؟ تو ایران ها، تو ایران بله. خب سیستم عشایری بوده دیگه، خیلو. سیستم عشایری بود و برای که خودشون دفاع کنن دیگه، برای که این ایل از اون مثل گنگ بله 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 مثل گنگ، دقیقاً درست، مثل گنگ بودن دیگه. سیستم عشایری اغلب مسلح، نه یا زمینشون رو بگیرن، نه یا گوسفندشون رو بگیرن، نه یا زمینشون رو بگیرن. شاه فقید آمدن به رؤسای ایلات، گفتن آقا شما میشی ضابط ما، بهش اسلحه دادن. به اغلب این از سلاحی که میدن، یه تفنگ برنو بود که اهدای شاه بود اصلا به اونها، و اینا حق داشتن که در محلی که هستن امنیت حفظ بکنن به نمایندگی از سوی حکومت. اینو میدونم، خودم هم دیدم اون برنوا رو، رویش هم یه پلاکی بود، پلاک به اصطلاح که این سلاح رو پادشاه بخشیده به اینها، آره بخشیده به اینها، دیدم، خودم دیدم تو ایل عرب دیدم. و ولی خب با همه تفاصیل ناامنی در اونجا بیشتر از شهرها بود. خیلی خوب، برای اینکه ببینید حمله کردن و ببین ادویکیشن هم مهمه. تو شهر ادویکیشنشون بالاتر از روستاست دیگه، تو روستا یه خود بدوی تر زندگی میکنن. یا رو اگر لج بکنه میتونه بره با چاقو، حالا اگر هم بالاخره دعوا بین روستایی ها بوده یا نبوده، بالاخره بوده دیگه، اگه خواسته فراوون بوده دیگه، زیادتر دعوا که نبوده، کشت و کشت ها بوده. پس اون وایلد وایلد وستی که آمریکا داشت زمان کابه ها، ما هم تو روستا ها داشتیم. ما هم یه جورایی داشتیم. ببینید صحبت یه خود شاید برای ثقیل باشه برای بیننده های شما که میبینن که یه ایرانی که خودش هم اسلحه نداره، خودش هم آدمیه که خانواده دوسته و معلم دبیره، چرا پس معتقده که باید اسلحه داشته باشیم؟ یه خود ثقیله، میدونم خیلی سخت، خیلی سخت برای من. آره. میدونی من هرگز حتی دستم به اسلحه نبود. هنوز اسلحه لمس نکردم. شما کردی لمس؟ من لمس که یکی من نکردم، من هنوز یکی دو بار دیدم ولی نخریدم، مال من نبوده، نمیتونم. خب مثلا من باز فیلم تهدیدو که بازی میکردم با بهروز وثوقی، یه فیلم آمریکایی بود، همین سیروس نورستانم درست کرده بود، من نقش بعد فیلمو بازی کردم، اسلحه حقیقی بود، یه اسلحه حقیقی به من دادن. آره یعنی خب من به هر حال لمسش کردم. آه. ولی مثلا خانم من اصلا با من مخالفه، خانم من که آمریکاییه. او مخالف شماست که 100% ایشون مخالف منه، میگه نه اسلحه رو باید وردارم، باید جمع بکنم، باید جمع بکنم. من معتقدم که اگر شما بخواید جمع بکنید، که هیچ وقت این کارو نمیکنن، نخواهند کرد. اگه بخواید جمع بکنید، وقت اسلحه های آدمای خوبو برمی‌دارن، چون فرض بگیریم بیان میگن آقا شما اسلحه‌تون رو به این پس بدید، آدمای خوب اول صف میکشن، میگن بیا این اسلحه راست میگه. آدمای بد نمیان اسلحه‌هاشون رو بدن، و اسلحه غیر قانون هم که زیاد هستش اینجا که دست مردمه. حالا موندن این آدمای خوب بدون دفاع در مقابل این همه اسلحه، این کار اصلا نمیکنن، چون بدتره. اگر یه دزدی بخواد بیاد خونه منو بزنه یا ماشین منو بزنه، اولین چیزی که فکر میکنه اینه اسلحه داره. بدم یا ممکنه به اسلحه نمیاد، ممکنه اسلحه داشته باشه. ببین علی جان،
اصلا دی ان ای من دارم، دی ان ای کانادا تقریبا شبیه آمریکاست. اونجا این قانون نیست. میزان جرم و جنایت و استفاده سوء استفاده از هسته به مراتب از آمریکا کمتره. خب یه واقعیت. خب شما چطوری واقعا آقای میهودی یک کشوری که 30 میلیون بیشتر هم جمعیت نداره با یک کشوری که 300 میلیون جمعیت داره رو اول مواجه نه میگم طبیعت این دو کشور. نه ببین طبیعت، طبیعت این دو کشور تقریبا شبیه هم. ببینید به نظر شبیه هم میاد. نیست شبیه هم. نه اصلا شبیه هم دیگه نیست. اون کانادایی ها با خیلی از دوستای کانادایی که صحبت میکنم ترجیح میدن که بیان این بر کار بکنن، کانادا رو حفظ میبینن، محفوظ میبینن، ولی اپورتونتی اینجا بیشتره. پس چرا اگر امریکا اینقدر خطر، یک سوال از شما دارم، اگر امریکا اینقدر خطرناکه اینقدر ما نه نه من نمیگم خطر نه نه به هر حال به نسبت کانادا که نگاه میکنیم میبینیم آره کانادا که میبینیم حفظ مثلا مسئله ندارن، خب خوبه دیگه. ببینید پس چرا اینقدر همه میخوان بیان اینجا برای اینکه اپورتونتی اون یه مبحث دیگه است. ببین الان مثلا من یه تحقیقاتی کردم CSN مرکز جان مارتین، یه مرکزی تحقیق میکنه راجع به پروژه های تسلیحاتی در همین ایالات متحده آمریکا. آخرین گزارشش رو منتشر کرد، میتونید برید خودتون رو ببینید. گزارش عجیب برای من دست کم خیلی عجیبه که ایالات متحده آمریکا از امروز تا 30 سال، تا یه 30 سال میخواد 1000 میلیارد دلار یعنی یه تریلیون هزینه کنه برای نوسازی بمب‌های اتمی. آدم وحشت می‌کنه. 1000 میلیارد سلاح‌های جدید اتمی بسازن، سلاح‌های قدیمی رو بهینه کنن، نوسازی بکنن. شما وحشت نمی‌کنید؟ من نه. من وحشت نمی‌کنم شما. نه من وحشت نمی‌کنم، میگم خیلی راجع به سلاح اتمی داریم صحبت می‌کنیم. سلاح اتمی من دارم باهاتون صحبت می‌کنم. آمریکایی‌ها هم مثل بقیه کشورهای دیگه آدمن دیگه. پس بشر جماعت این حس پرقدرت بودن رو داره. فقط آمریکایی‌ها نیستن. کره شمالی هم این حس رو داره. اگر سوال من از شما باز اینه، اگر ما همه ما انسان‌ها این حس رو داریم که می‌خوایم ابرقدرت باشیم، مثل روسیه، مثل کره شمالی، مثل ایران، اگر قراره پس این بمبای درست بشه، شما ترجیح میدین کدوم کشور این بمبا رو داشته باشه؟ من ترجیح میدم هیچ کدوم. نه خلاص نه نه شما، نه نه شما ترجیح میدین هیچ کدوم، ولی قرار دیگه میگم طبیعت بشر اینه که ابرقدرت باشه. شما دیگه اونو نمیتونین بگین نه نشو، اون دیگه میخواد بشه. آمریکا میخواد ابرقدرت بشه، کره شمالی میخواد ابرقدرت بشه، ایران بدجوری میخواد ابرقدرت بشه به خصوص توی خاورمیانه، روسیه که اصلا بدجوری میخواد، پس اینا همه، چین میخواد ابرقدرت بشه. خب بنابراین نه خب نه سوال من ها مذارت میخواد. ببینید این مهمه، سوال من اینه، حالا که همه میخوان ابرقدرت باشه، من ترجیح میدم اون کشوری تمام این بمبارو داشته باشه که متمدن‌تر، انسان‌تر از بقیه شونه. من دلم نمیخواد نورد کوریا اینو داشته باشه یا ایران داشته باشه، چون ایران و نورد کوریا و روسیه به نظر من به نسبت آمریکا تمدنش پایین‌تره و هر استفادهش هم سریع‌تر و بیشتر از آمریکا خواهد. خب این توجیه اقتدار بر پایه ترسه، یعنی دولت‌ها و ملت‌ها مقتدر بشن اما بر پایه هراس افکنی، یعنی ایجاد ترس در دیگران. خب بدترین نوع زندگیه، بنابراین آینده این طبیعت نمیشه. این طبیعت بشره، این از کیو نشینی، از غار نشینی ما داشتیم و با ما خواهد بود. شما مثل این اونه که بیاین بگید که ما میخواییم یه بهشت درست کنیم. خب اینو توخش مدرن دیگه به نظر من. نه یه طبیعت انسانیه. شما طبیعت انسانی رو نمی... من اصلا محافظ... طبیعت باید کنترل بشه، این طبیعت باید تربیت بشه. آه. قرار نمیشه بشر بره دنباله. خب این تربیت زمانی تربیت میشه که هممون با هم دیگه قرار بذاریم که با هم دیگه یه قراری بذاریم که تربیت بشیم. اگر بخواد آمریکا که یه معلم میگیره سر کلاس، خب در مذمت این حرکت دقیقاً معلومه در نکوهش. نه ما نشستیم اینجا داریم مصاحبه خیلی آدالت داریم میکنیم اینجا. وقتی من میرم مدرسه معلومه که به بچه‌ها میگم که ما احتیاجی به این بمبا نداریم. میگید اینا رو؟ خب این مهمه. خب مهمه. ما انسانیت داریم درس میدیم. اوکی. ولی وقتی که صحبت به واقعیته، واقعیت اینجاست که یک کشوری مثل آمریکا اگر بگه که باشه من مال خودم میذارم کنار،
اگر آقای میبودی روسیه نذاره کنار چی؟ اگر ایران نذاره کنار چی؟ اگر نورث کوریا نذاره کنار چی؟ اون وقت شما خودتون رو احساس میکنید که نه ولی ما انسانیم اشکالی نداره، نمیترسی که اونا یه وقت حمله کنن؟ خب ایران این ابرقدرت‌ها اگر وظایف و مسئولیت خودشون درست انجام داده بودن هیچ وقت کره شمالی صاحب سلاح هسته‌ای نمیشد. وقتی کوتاه میاد رهبری به اصطلاح حالا ابرقدرت‌ها علل هر کدوم ترجیح میدن به خاطر حفظ منافع خودشون، قدرت خودشون، کشورهایی مثل کره شمالی که آدمهای عقب افتاده اونها رو اداره میکنه. شما فکر کنید در اون مملکت کره جنوب، کره شمالی ها 3 سانتی متر از هموطنان خودشون در کره جنوبی کوتاه‌ترن به خاطر سوء تغذیه. از کره شمالی به عنوان حکومت کمونیستی علفخوار یاد میشه، یعنی حکومت بین خودش و مردم دیوار کشته، مردم بیچاره اغلب در دهات ناچارن برن کوه صحرا علف بخورن برای تغذیه. خب ببینید میخوام این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه خب اول قدرت ها وظایف خودشون درست انجام ندادن، درست دنیا رو اداره نکردن. آره ولی شما دارید راجع به یک نوع wishful thinking که من نمیدونم به فارسی یعنی ای کاش، شما دارین راجع به ای کاش صحبت میکنین. من دارم اینو میگم، میگم شما وقتی که کتاب و تاریخ دنیا رو از بد و آغاز آدم رو میخونید میبینید همیشه جنگ بوده. آره حتی زمانهایی که مذهبم قوی بوده، پس مذهبم کمکی نکرده نتن، ولی در یه دوره هایی بودن که دنیا وسیله رهبران درجه یک اداره شدن و به خوبی اداره شده. شما به نظر من هر کدومو که نگاه کنید بعد از چند سال بالاخره یه جنگ بوده، همیشه جنگ بوده، همیشه جنگ با ما هست و متاسفانه با ما خواهد بود. ما باید یه کاری بکنیم که کمتر بشه، ولی همه باید با همدیگه دست به دست بدیم. یک کشور نمیتونه بگه نه من اهلش نیستم، ولی بعداً به پروتکشن احتیاج خواهد داشت، مثل سوئیس، مثل کشورهای کوچیک اروپایی که میگن ما اهلش نیستیم، ما آدمای انسانی هستیم به اصل، ولی هیتلر میاد میگیرتشون. اون وقت هلند که میگفت ما انسانیم اصلا نمیخوایم جنگ نیستیم، هنوز که هنوز از آمریکا داره تشکر میکنه برای نجاتشون از هیتلر. پس نگاه کنیم تو کتابای درسی راستی در آمریکا مثلا در مورد سرخپوستا به حد کافی از اینها سعی شده که دلجویی بشه؟ الان مدتیه که داره میشه دقیقاً الان خیلی جالبه که دارین میگم، الان مدتیه که به قول ما ایرانی ها دارن بد جوری به سرخپوستا حال میدن. عجب، خب چقدر خوب. آره برای اینکه میگم که وقتی که ادویکیشن، وقتی که سطح تحصیلات بچه‌ها بره بالا متوجه میشن که اون وقت سمپاتی هم میاره دیگه. فقط منطق نیست، سمپاتی هم میاره که پس ما این زمینا رو از اینا گرفتیم، پس الان کاری که دارن میکنن مثلا حالا خوب یا بدش نمیدونم، الان کاری که داره ایالت ها دارن با این سرخپوستا میکنن، دارن میگن خب این زمینی که مال شما بوده یه زمانی، شما حق دارید تو اون زمین کازینو داشته باشید و پول کازینو رو برای تحصیلات و به اصطلاح بهتر بودن زندگیتون استفاده کنید. الان که میدونی که الان تو کاری که بله داره بله بله میاد، پس الان دارن حال میدن یه جوری. آره مثلا فیلم های جان وین چی شد؟ خب فیلمایی که در اونجا همش آره فیلمای جامعه سرخوسا سرکوب میشن. آره. برای ما که اینا رو، این داستانا رو نمیدونستیم، جالب بود که خب فیلمای جان وین رو ببینیم، کیف کنیم، بگیم آره برو سرخوسا رو بکش برای اینکه وحشیه. خب ولی بعدن یواش یواش که خب آدم بزرگتر میشه، کتاب بیشتر میخونه، اصلا میاد اینجا زندگی میکنه، نگاه میکنه، میبینه فیلمای جان وین هر چقدرم جالب بود ولی مخرب بود، نفرت انگیز بود، بد بود، خیلی بد. یعنی مردم بر علیه سرخوسا بیخود بیجهر. آره. یعنی سفید پوسته اومده زمین اینا رو داره میگیره، تازه دو قرتمیش هم باقیه و ما تو ایران داشتیم تو خیابون لاله‌زار تو خیابون تمدن دست میزدیم، سینما تمدن دست میزدیم برای جاروه که برو سرخپوسته رو بکش. الان که یه خود متوجه شدیم میگیم چه ما گول هالیوود خوردیم، چون هالیوود دوست داره بدگای پیدا بکنه، همونطور که از ایرانیا و میدلسترنا همش داره. تو خدا پدر مارلون براندو رو بیام، مارلون خیلی نقش مهمه. آره. مارلون براندو یکی از هنرمندای بود که پا گذاشت وسط و شروع کرد حتی به جان وین فوش دادن، ناسزا گفتن که این اگه، حالا من نمیخوام به جان وین بیعتنایی میکنم، ولی به هر حال که فیلمای این بود که این سرخپوستا رو خراب کرد و کوچیک کرد و حتی حاضر نشد فیلمای بازی بکنه که سرخپوستا خراب بشن، برعکس فیلم بازی کرد میزوری بریکس، فیلمی بازی کرد که حتی خودشو هفت ایندیان کاراکترشو آورد که حال داده بشه، که به نظرم یکی از بهترین فیلم هایی که راجع به سرخپوستا درست شده مال کوین کاستنره. درست دنسز بود، خیلی دنسز بود، رقص با گورکا.
فوق العاده. اینا همه با تحصیلاته. میبینم ایران Education. ایرانی ها توی کتاب های درسی جا دارن؟ یعنی جایی دیدی از ایران صحبت بشه؟ الان نه. نیست الان اصلا. نه الان نیست. قبلا بود ها؟ کشیدن بیرون؟ نه. نه؟ من نایده بودم. نه از نایده. از ایران. مثلا به کتاب خورا میرید دیگه تقریبا کتاب توریستی وجود نداره درباره ایران. راجب رومی زیاد صحبت میشه. رومی که. خب در دبستان نه. در دبیرستان راجب رومی صحبت میشه با ادبیاتشون. راجب خیام صحبت میشه. از رومی با من یه شاعر ترک یا شاعر ایرانی. پرشن. بیشتر به پرشن نگاه میکنن. آره به ترک نگاه نمیکنن. خب دیگه کی؟ اصلا ما هیچ وقت ما هم به تو به عنوان ترکیش و پرشن نگاه نکردیم. ترک ها ولی یواش یواش دارن. خب همه میخوان تصاحب کنن. امسال که توی این مراسمی که امسال بود دیگه تقریبا اسمی از ایران نبود. چنان سخن میگفتن انگار که رومی یعنی مولوی ما اهل ترکیه است، در اینجا به دنیا آمده و به مال خودشون دیگه تقریبا صحبتی از ایران نبود. امسال برای اولین بار. و جالبه که جمهوری اسلامی نه هیئتی فرستاده بود، نه کسی از ایران حتی دعوت شده بود به این مراسم، هر سال یه عده‌ای می‌رفتن. ولی امسال برای اولین بار جمهوری اسلامی هم چنان بی‌اعتنایی کرد. و خودش هم که مراسمی در ایران برگزار نمی‌کنه دیگه. همه ببین سوء استفاده رو... وقتی که سوء استفاده میشه تو تمام کشورها میشه دیگه. پس اگر اسلحه هم بود این سوء استفاده رو باز کشورهای دیگه می‌کردن. الان به قول شما بگم چی اصله که خب می‌خوام بگم سوء استفاده. پس خب دیگه چی جز رومی؟ عمر خیام. عمر خیام خیلی عمر خیام. من چیزی که فقط متاسفم که اتفاق نیفتاده و آمریکایی یا وسترن ها خیلی کم میدونن، شاید هم نمیدونن، حافظ و سعدیه. نمیدونن. آره این حافظ حیفه. بس مولوی و خیام و فقط مولوی مولانا و خیام. رومی آره و خیام. خیام به این نه بلکه فیتزرالد خیام رو ترجمه میکنه نسخه در آمریکا در قرن 19 هم. در کتاب سمرقند هم اومده، فوق العاده جالبه. میگه که انقدر آمریکایی ها خانواده های آمریکایی به این خیام ارادت پیدا کردن که اسم فرزندان ذکور خودشون اسم دومش گذاشتن عمر. یه مقدارش به خاطر اینکه عمر به خاطر عشق علاقه‌ای که به خیام پیدا کردن. یه مقدارش به خاطر اینه که این دو نفری که انقدر محبوب هستن تو کشورهای وسترن به خاطر فلسفه شونه. حافظ و سعدی آزادی مذهبی. آزادی مذهبی و اون لحظه رو دم داشته باش و زیاد سخت نگیر و توی خودت به عرفان برست. اسپریچوالن مال مولانا. مال مولانا اسپریچواله. مال عمر خیام بیشتر حالت هستی شناسیه. آره زیاد خودتو اذیت نکن، ما بالاخره هممون داریم یه جا میریم به اون خاکی که اومدیم و داریم برمیگردیم. خب اینا فلسفه‌ایه که وسترنا دوست دارن گوش بکنن. مذهبیانه ها نه. اشخاص مذهبی با مولانا، مذهبی آمریکایی دارم میگم، مذهبی وسترن مثل کریشنیتی اینا با مولانا و عمر خیام زیاد کاری ندارن. ندارن برای اینکه اونا بیشتر اولا مذهبی نبودن. خب مرخم که اصلا مذهبی نبود، بیشتر عرفانیه، بیشتر فلسفه است. حافظ و سعدی که ما باشون حال میکنیم فلسفهشون برای وسترنا مثل این که کمتر قابل لمس و قابل لمسه، برای ما بیشتره شاید. خب بریم حالا از نگاه خانمه. خانم شما معلم. خانم من روانشناسه، بچه هاست و مدارس. مدارس. خب ایشون چی میگه؟ ایشون مثل من دموکراته، ایشون مثل من لیبراله و ایشون مثل من اصلا، یعنی برخلاف من، برعکس من، اصلا و ابدا با اصلا نیانه ای نداره. اصلا نداره و تو یعنی هم فکر ماست. هم فکر شماست و میگه که باید برداشته بشه. به نظر من اموشنال نگاه کردنه تا احساساتی نگاه به نظر من احساساتی نگاه کردنه که میگیم اگر همه قبول کنیم، یعنی ما رو متهم کنه. ببینید نه ببینید آخر نگاه کنید، اگر همه قبول اگر همه قبول بکنه، نه منم با شما متفقم که اصلاً نباید باشه. ولی واقعیت اینجاست که اگر اصل من آدم خوب میگم بیایید اصلاً منو بگیرید، اشکالی نداره. ولی اگر اون آدم بدگای، اون آدمی که نمیخواد اصلاً شو بده و قول داره، اون وقت من در مقابل اون الان اینجا چیز میشم، اینجا بدون اسلحه میشم. این خطره. وگرنه حرف شما درسته، اصلا نباید از اول اسلحه میبود، از اول نباید میبود. ولی حالا که هست جمع کردن اینا کار حضرت فیلم. حالا علی جان به من بگوی که آیا در این دورایی که تدریس کردی در مدارس بودی از شاگرد ایرانی هم داشته باشی؟ یه خانمی در بیویلی هیلز، من ازش پرسیدم که چه تعداد یک بیویلی هیلز فکر کنی که از ثروتمندترین شهرهای کالیفرنیا است. جالبه که 33% شاگردان مدارسش ایرانی هست. خیلی رقم بارد. 33%. پرسیدم که آیا خوشحالی که
کار میکنی در مدارسی که شاگرداش ایرانی هست؟ گفت بسیار. گفت بچه ها برای ما آبرو خریده، بچه ها ایرانی، اما بسیار چیه با استعدادم، خیلی مبادی آدم، اغلب خانواده دوستن و رفتارشون هم در مدارس به شکلی است که خیلی باعث رضایت مدیران و مسئولان مدرسه است و از این نظر من خیلی خوشحالم. شما چی؟ من خیلی کم خیلی کم. آخه تو محله‌ای بودی که ایرانی زندگی نمی‌کنی نیست؟ آره من که کرنشا محله گنگا، نه اونجا یک سال بودم، اونجا محله گنگا یک سال بودم، ولی الان من ولی هستم که 25 سال دارم درس میدم. خب اینجا چی؟ اینجا تو ونایز که بیشتر هسپانیکن، اونجایی که من درس میدم بیشتر هسپانیک هستن و تعداد ایرانیاش کمتره، بیشتر هسپانیکن، بعد سفیدپوستن، بعد ایژینن، خیلی کم سیاه‌پوسته. ببینید من وقتی که داشتم توی ببخشید توی مدارس این بچه‌ای که اشاره کردی تو محله محروم به نسبت فقیرنشین دیگه، فقیرنشین کارگری پولدار نیستن ولی متوسطن دیگه. بچه‌ها تا پایان میرن؟ یعنی میرن دیپلم بگیرن بعد برن؟ بیشتر درصدشون بله، بیشتر درصد. چند درصد بود؟ به نظر من 90 درصدشون 90 درصد آره میرن بله، تمام میکنن مدرسه، تمام میکنن بله. آفرین. اون 10 درصد دیگه شاید مسائل خانوادگی خودشون تو سیاه‌پوستا، متاسفانه اون موقع که خیلی کمتر بود الان بهتر شده، تو سیاه‌پوستا تموم کردنش خورده براشون مسئله، ول میکنن. آره یه مقدار چرا بله، شرط خانوادگی؟ نه برای اینکه نگه برن کار بکنن، مثلا به خانواده برسن، نه. شرایط زیادی، شرایط انتظار نداشتن، این خیلی مهمه. expectation به انگلیسی میگیم expectation، به فارسی که همون انتظار. خانواده باید انتظار داشته باشه، خانواده باید بچه رو، الان که شما ایرانی ها رو میگی، برای اینکه خانواده های ایرانی انتظار داره از بچه هاش، خانواده های یهودی که اینقدر موفقن تو این مملکت، نه فقط ایرانی ها، یهودی های خود آمریکا که 6 میلیون بیشتر نیستن، چرا بچه هاشون یا میرن دکتر میشن یا بیزنس های عجیب غریب بالا دارن یا وکیل میشن یا روانشناس میشن؟ خانواده ها اکسپکت دارن، توقع دارن از طوری بچه ها رو بار میرن. طبعا اگر خانواده ها اکسپکتیشنشون رو بیارن پایین، ول کنن، انتظار نداشته باشن، بچه ها هم از این خبرها نیست. یه اشکال دیگه هم هست، طلاق زیاده. یعنی اینا از خانواده های متلاشی میان؟ از خانواده های متلاشی میان، بعضی ها ودلاک میان. ودلاک یعنی این که دختر 13-14 سالش بوده، بی خود بیجاد رفته با یه پسر دیگه، بعد حالا بچه دار شده، این بچه از من باباش باشه، اصلا نمیخواد، اصلا بچه بوده، اونم بچه بوده، 17 سالش بوده، 16 سالش بوده، اصلا نمیخواد، پا میشه میره، اونم بعد اینا میخوان بچه رو نگه دارن، چون بچه رو نگه داشتن برای میتونن ولفر بگیرن، متاسفانه اینش میتونن ولفر بگیرن. بعد بعضی از اونم کاتولیکن، بعضی از این مکزیکی ها که این بچه ها رو نگر میدارن کاتولیکن و اینا حق ندارن آبورشن داشته باشن، یعنی سخت جنین، سخت جنین داشته باشن، آره، برای همین نگر میدارن. خب این مسئله است. ولی تجربه من آقای میبودی با این بچه های هسپانیک، باورتون نمیشه، پدر مادرهای میان انقدر خیلی خانواده دوست، اصلا انقدر ما هم که حد حساب نداره، و وقتی نشون میدن که با اومدنشون پیش معلم و نشستن و صحبت کردن نشون میدن که ما میخواییم بچه هم کمک میکن، آقا معلم ما بچه که هم یه چیزی بشه، یه چیزی بشه. اینا خیلی درصد الان بالاست. آفرین. آره. آفرین. شاید اگر میگم 15 سال پیش با من مصاحبه میکردی من میگفتم درصد پایینه، ولی الان بالا، خیلی بالاست. ببینم مثلا دختر خانمایی که مدرسه هستن بعد حامله میشن، مدرسه جلو ورود اونا رو به مدرسه نمیگیره؟ یعنی دبیرستان یه حامله باشن، خب ببینید رایت اوی اینا رو اساین میکنن با کانسلر، با آدمایی که مشاور، با مشاورایی مشاوره... که دقیقاً میدونن که چی بگن، چه جوری صحبت بکنن، و سعی میکنن که اگر همیشه چویس رو میدن به خانواده و به مادره. همیشه این چویس رو میدن، یعنی حق نداره مدرسه به حق نداره، اصلا حق نداره اول جلوشو بگیره، اون باید درسشو بخونه، ولی چون حامل است، ایموشنالی هم بالاخره وقتی که شخصی حامله میشه مسئله داره، همیشه اساین میکنن با یک کانسلری، یه مشاوری به قول شما، که اینا با این دختر صحبت بکنن، با خانواده دختر صحبت بکنن که بعد از حاملگی به درسش هم ادامه بده، ما چه کمکی میتونیم بکنیم. علی جان خیلی تشکر، فوق العاده آموزنده، دنبال میکنیم گفتگوهامون رو در زمینه های کاملا متفاوت که تا حالا نشنیدید. خدا بزار، 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 خد